محمد صلی الله علیه و سلم و یارانش تحت نام جهاد تومت ببینه تومت کاروانه تجارتی را میدزدیدن و اکثرا این جهادهای حضرت محمد رهزنی و غارت قبایل بوده. این کذاب داره دروغ میگه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هرگز بابا کدوم دوز به پادشاهی میرسه، به پیغمبری میرسه، پادشاهی حالا برسه، کدوم دوز است که به پیغمبری برسه، راهزنی که بیاد مال همون قبایل بدزده. دروغ در خودشه. آقا خامنه ای اومده مال من دزدیده، من از ایران اومدم مال من دزدیده، من مال خامنه ای رو در مثال در لندن هم ببینم اگه ازش بگیرم حق منه دیگه، عین مال من دزدیده. پیغمبر به یارانش قریشی ها بیرون کردن، اونا مال خودشون از اونا میگرفتن دیگه، به یه قبیله دیگه کاری نداشتن. میخوام بگم یک دروغ میگه، دو دروغ میگه. تهمت اسلام ستیزا فقط تهمته. الان ببینید، دوباره ببینید، میگه کار حضرت محمد غارت قبایل بوده. دیگه کدوم قبیله غیر از قریش زده؟ او قریش مالش خورده. آقا مال من که کسی بخوره من در دستش ببینم ازش میگیرم دیگه، گناه نیست که. شما غیرت ندارید، ما غیرت نداریم، نمیریم حق خود از ایران، از حکومت ایران نمیگیریم، دلیل نمیشه او کسی که غیرت داشته. تازه این مال خودشون هم بیچاره با خون دل میگرفتن، مفت که نمیدادن، آدم کشته میشد مال خودش میگرفت. مال خودش رو باز تو طلبکار هستی، من برم مال خودم از دزد بگیرم و کشته هم بدم، باز تو طلبکار باشه که چرا دزد کشتی مال گرفتی؟ این بی انصافی است. برای اینکه نمیتونه به پیامبر، اگه مرد بود قوانین ما رو زیر سوال میبرد، حالا یه چند تا رو گویا زیر سوال برده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هر چیزی را بهانه میکرد تا قبایل دیگر را غارت کنه. این که دروغ رو ثابت کردیم. او همه قبایل خداپرست عربستان، یهودیان که شغلشان برخلاف شغل قریش فقط تجارت دامداری و کشاورزی بود را غارت کرد و زنانشان را بردگی برد. ببینید هیچ وقت چنین چیزی رو نکرد. ممنون تافرمان. با اونها جنگیدن. ممنون تافرمان. با مسلمان ها جنگیدن، خیانت در امانت، خیانت در پیمان کردن. پیمان شکنی که بکنی دیگه، شما برو آقا در ارتش ثبت نام کن، با ارتش قرارداد ببند، باز برو نمیدونم راز ارتش ببر در کشور دیگه، خب میگیرن میکشن. داستان کامل بگو دیگه. اونها حتی میخواستن پیامبر رو ترور کنن، نمیدونم یک زن مسلمان رو توهین کردن و و و. بله، پس این دروغ است، نکرده هر کی چیزی. اگر چنین چیزی بود خب ما میگفتیم که مثلا هم در همین عربستان اهل کتاب زندگی میکردن در زمان پیامبر، وقت موردن فرمودن که وفات که اهل کتاب را از عربستان بیرون کنید، نگو بکشید. حضرت عمر بعد دید که یه گروه اونجا هستن که ما هیچ دشمنی با شما ندارم، وصیت پیامبر ماست از منطقه ما برید در جای دیگه، یعنی چون که عربستان برای اسلام مقدس بود. سومی، تجاوز به زنان شوهردار. روزی در حمله به کاروان تجاری زنان شوهردار مکی اسیر مسلمان شدن. شوهردار مکی اسیر مسلمان، این دروغ است، مکی اسیر نشد. زنانش یاران محمد صلی الله علیه و سلم شرم داشتن به زنان دسترازی کنند و می‌خواستن آنها را آزاد کنند که حضرت محمد با بافتن آیه خدا در آن زنان را کنیز و غنیمت اعلام کرد و تجاوز به آنها را حلال شمرد و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زنای شوهردار هم تصاحب کرده. این نجس حرفی میزنه. ممنوع تا فرمان جمع کنید چه برادرید چه چیزا با اصلا دیگه نذاریدم، بعد من میخونم فقط. پس کار این توهین و دروغ دیگه. قانون اسیر گرفتن خب در بین کافران بود. آقا جون زدی ضربتی، نوش کن ضربتی دیگه. این نمیشه که تو منو ضربه بزنی من هیچی بهت نگم، خب میزنی تو باز منو میکشی. حالا مثلا داشتن ارتش، بارها اینو گفتم، کار خوبیه نیست. چرا؟ برای اینکه ارتش آدم میکشه. داشتن بمب اتم کار خوبیه نیست، ولی کشوری که بمب اتم دارن سرنوشت دنیا در دستشونه، حق وتو هم دارن. آقا تو این بمب اتم میزنی میپرسه که بیگناه کیه، با گناه کیه، بچه کیه، پیر مرد کیه، پیر زن کیه، سرباز کیه، تاجر کیه، دوست کیه، دشمن کیه. زدی دیگه، موضوع در ژاپن که زدی کشتی، همه اون مردم طرفدار پادشاه بودن؟ نبودن. حالا فرزند بودن، بچه هم بودن، درخت هم بودن، عرض به حضور شما گربه هم بودن، سگ هم بودن، ماهی هم بودن، کرما هم بودن؟ نبودن که. همه رو کشتی و هنوز هم ابر قدرت هستی. از اون پادشاهی که کشتن تعریف میکنی؟ ترومن است که بود. چرا؟ میگه آقا من اگه ژاپنی رو نمیزدم اون منو میزد. تازه ژاپن بمب اتم هم نداشت، ولی بازم میگه من حق دارم پیش دستی کنم. خب همین چرا برای ما قبول نمیکنی؟ اگر بده بگید آقا همه کشورها بدن، پنج ابر قدرت تو اول بد بگو، آمریکا، انگلیس، روس، چین، فرانسه، و بعدم بگیش فرقی نمیکنه.
تو که از این 5 کشور بعد بگی اون بمب اتمش که نمیندازه. حالا یه کشوری بیاد بمب اتم بسازه بگه آقا اگه من زدم من بزنمش، شرطی کنه، این گناهکار میشه. خود غربی هم میگن گناهکار نیست. حالا مثلا اسرائیل داره میگه نه حق داره داشته باشه چون که دشمن داره. پس زن شوهر داره که میگه داستانو بگو. اونا زن شوهر داره میگرفتن با سلام و صلوات میفرستادن پیش مسلمان ها، یا بدترین نوع تجاوز بهش میکردن. باز در اسلام بیا مقایسه کن که اونا چیکار میکردن ما چیکار میکردیم. شاید میگه آقا اونا اختی وحشی بودن، شما که آمریکا رو گرفتید از آفریقا نفر نبردید برده، بهشون تجاوز نمیکردید، نمیبردید، مردم هیچ گناه هم نداشت. ما که در جنگ میگیم کسی با ما جنگید، شما میرفتی از مزرعه ها جمع میکردی، از خونه ها جمع میکردی، کوچیک بزرگ جمع میکردی میبردی آمریکا. اعلاناش هست نوشته که آقا چیزی برده های مرغوب از آفریقا امروز رسید، در فلان روز بیایید که چی است، حراجش میکنیم. همین آمریکایی که به اصطلاح 250 سال است که دموکراسی داره، همینا این کارو میکردن. حالا یک آفریقایی بیاد جوابش بده، یه کسی مثلا در بین آفریقایی ها پیدا بشه، یه مسلمان قوی پیدا بشه، بگه آقا تو که از من برده میگیری منم میام از لندنت برده میبرم، آیا گناهکار است؟ اگه هست باشه ماشاءالله به انصاف تو.